درود بیکران بر همه شما عزیزان و خوبان عزیزان من یادتون باشه در تمام این سالها گفتم انتقال قدرت از غرب به شرق و گفتم امپراتوری های آینده یعنی قدرت های اقتصادی در آینده چین خب اون که اصلا هنر نکردی که چین همیشه تو این 15 سال گذشته معلوم بوده که اول قدرت اقتصادیه ولی قدرت ها و تمدن ها چین روسیه و ایرانه و گفتم همیشه گفتم که اگر ترکیه آدم باشد و اگر این اردوغان منافق نباشد البته یک نکته ای رو اینجا داخل پرانتز بگم خیلی هایی که مخالف اردوغان هستن یادتون باشه اردوغان یه جورایی ناموسش هم به خاطر پول میفروشه با اردوغان خیلی راحت تر میشه کنار متا با اپوزیسیون مخالفش یعنی به اینکه جمهوری اسلامی اردوغان و از زمان ها شاخ بازی در میاره به مانند یعنی سرنوشتش رو همچون اشرف غنی نمیکنه <تصفح> دیگه دوستان خودشون بگیرن به دلیل اینکه آلترناتیوی در ترکیه وجود نداره های اردوغان خیلی بدتر از خودشن باز با این اردوغانه ما میتونیم یه جایی کنار بیاییم من در سر خیلی از موازه دیر سر همین سدسازی اینا هم که داشت انجام میداد الان آقای امیر عبداللهیان رفتن و یه سری قراردادها بستن که حالا جزئیاتش رو بعدا برنامه میکنیم ولی میشه کنار اومد با اردوغان اینو یادتون باشه ولی خب منافقه اردوغان منافقه الان دیدید دیگه کشورشو باز کرده بر روی صهیونیست ولی همیشه گفتیم اگر این اردوغان منافق و این ترکیه اگر آدم باشه سهمی از این ابرقدرتی که انتقال قدرت از شرق به از غرب به شرق میتونه سهیم باشه میتونه در این ابرقدرتی یک گوشه ای رو بگیره چون ترکیه هم یک سری مؤلفه ها رو داره بگذاریم این مسئله بارها گفتیم ولی اتفاقی که افتاد روزنامه جمهوریت یکی از رسانه های و روزنامه های بسیار مهم در ترکیه است روزنامه جمهوریت میاد یک مقاله ای می نویسه و به تعبیر این سخنان ما رو میگه مقاله طولانیه ولی بخشایش رو من آماده کردم و میگه که آقا ترکیه حرفش اینه ترکیه طی 70 سال میگه ترکیه طی هفتاد سال عضویت در ناتو هیچ نفعی از ناتو نبرده راست میگه میگه آقا اینکه ما حضور داریم در ناتو چی داشته برامون هیچی میگه ناتو بدون ترکیه به معنای چند مزیت برای آنکارا آ میگه ناتو بدون ترکیه به معنای چند مزیت برای ماست یعنی برای آنکاراست میگه ما اگر از ناتو بیایم بیرون آقا مزیت داره برامون اه شما میخوای بیای بیرون چه مزیتی داره حالا میشمره میگه اگر ترکیه از ناتو خارج شود مرز احتمالی این اطلاف در امتداد خط یونان دریای اژه کرت قبرس جنوبی اسرائیل خواهد بود میگه که آقا ما اگر از ناتو خارج بشیم مرز احتمالی اطلافمون در بحثای برحال مرزوندیمون تا اینجا گسترش پیدا میکنه میگه این تغییرات در درجه اول به برنامه ایالات متحده ضربه میزنن میگه یه جورایی ما نوچه آمریکا شدیم ولی اگر از ناتو بیایم بیرون به ضرر آمریکا میشه حالا چرا خب به ضرر آمریکا میشه چیش به سود شماست اینجا اشاره میکنه میگه آنها باید ایده تبدیل دریای سیاه به دریاچه ناتو را کنار بگذارند همچنین خروج ترکیه از ناتو به معنای شکست طرحهای نفوذ آمریکا در قفقاز و آسیای مرکزی خواهد بود خب اینا که به ضرر آمریکاست چیش به نفع ترکیه است حالا اینجا میگه میگه خروج از ناتو برای ترکیه انتقال به یک مشارکت استراتژیک با روسیه و ایران و همچنین ادغام در, در, سازمان همکاری های شانگهای و بریکس خواهد بود ای وای آقای زیبا کلام خاک بر سرت خاک تیله آقای تایزاده خاک بر سرت فایز هاشمی خاک بر سرت دیگه بعضی هم همه دور دونه دیگه نگیم دیگه خاک بر سرتون کلا مخالفین شما هایی که عضویت در شانگهای رو نمیبینی در بریکس رو نمیبینی آقا طرف همین الان دست به نق عضو ناتوه میگه من الان هفتاد سال عضو ناتو بودم انگشت وسط بین دو تا انگشتر امید دانام گیرم نیومده یا ترش همون گیرم اومده <applause> نگه از ناتو بیان, بیان بیرون که چین و ایران و روسیه منو ببینن آقا این بریکس نیست حالا صحبت خواهیم کرد امروز برنامه داریم نصف دنیاست اقتصاد جدی بابا هند و چین و روسیه و آفریقای جنوبی و برزیل رو دست کم نگیر برو نگاه کن نقشه برزیل چجوری هاست دو آمریکای لاتین نصف آمریکای لاتین برزیله بقیه کشوران نسبت به آمریکای لاتین سهم خیلی کمتری دارن برید نگاه کنید اینا مای کشوری شوخی هن. آقا دست راست کردن آقای ایران تو هم پاشو بیا کنار ما چون الان چشم اسپندیارمون در حقیقت انرژیه و ایران بره انرژیشون رو تأمین کنه بعد یه عده چسبیدن به غرب و فلان و ناتو بابا خفه شدی که ناتو روش اسمش روشه ناتوه آقا با رفیق ناتو نالوتی از اول گفتن نگردید حالا ترکیه داره به این نتیجه میرسه البته اردوغان خیلی خرتر از اینه که به این نتیجه برسه ولی روزنامه ها و اندیشمندان ترکیه دارن به این قضیه میرسن میگه اینه که گفتم میگه این تغییرات بله اینو گفتم میگه که این تغییرات در درجه اول به برنامه ایالات متحده زمینه آنها باید اینا که گفتم اینو گفتم خروج ناتو هم گفتم میگه آها میگه خروج از ناتو برای ترکیه انتقال به یک مشارکت استراتژیک با روسیه ایران و همچنین ادغام در سازمان همکاری شانکا و بریکس خاک بر سر اصلاح میگه علاوه بر این پس از خروج از ائتلاف ایالات متحده توانایی وادار کردن ترکیه به سیاست مورد نیاز خود را از دست خواهد داد و ترکیه قدرت نظامی بالایی در اوراسیا خواهد داشت و میگه آقا ما اگه از ناتو هم بیایم بارا بیرون بیایم و بگیم بای بای غرب با اهرم ناتو قصد دارد آنکارا را کنترل کند تا در برخی مسائل حیاتی از آمریکا ما مجبور شویم حمایت کنیم خب مجموع مقاله که داره پیشنهاد میده به ترکیه رسما داره میگه با زبان بی زبانی داره میگه که آقا آمریکا و غرب اینا یه جورایی چیزن یه جورایی ادعا یه جورایی خوشگلی دارن ولی کاربرد ندارن داره میگه ولی دنیای واقعی دنیایی که شما خیلی چیزا میخری تو خونه دیگه مثال بزنیم دیگه خیلی چیزا میخری میکروفون میخری حالا موبایل میخری خیلی وسیله میخری بعضی از اینا یه خیلی هم گرونن خیلی هم قشنگن ولی به کارت نمیان تو خونه کاربردی نیستن ولی یه چیزی ارزون تر میخوایم ای بابا اون خیلی کاربردی تره واقعیت ها رو داریم میگیم دیگه دنیای غرب دنیایی است ادعا و رسانه و مجازی از قدیم گفتن برو دنبال نون که خربوزه آبه دنیای غرب همون خربزه است فضای مجازی و اینستاگرام اینا این اون خربوزه است برو دنبال بحث اون بحث نونه حالا در ترکیه این مقاله داره اینو میگه میگه آقا حضور هفتاد ساله ما در ناتو هیچ دستاوردی برای ترکیه نداشته و تمامی کارشناسان اقتصادی و محصایی که حالا در چارچوب تمدن شناسی در سطح رابط کاپلان داره انجام میشه و بررسی میکنن اون من بخشی حالا کارشناسان اقتصادی اینجا بیشتر مد نظرمه وقتی بررسی میکنن میبینن آقا آینده دست ایرانه دست چینه دست روسیه است آینده حداقل دست غرب نیست این یه واقعیتیه غرب اگر ام تا به امروز تونسته صورت خودشو با سیلی سرخ نگه داره قدرت رسانه و صنعت سینما بعد از جنگ جهانی دوم بوده که با تبلیغات گسترده و سرسام آور تصویری از کانادا، آمریکا و اروپای شمال غربی به تصویر کشیده به نمایش گذاشته که خیلی از کسانی که توانمند بودند در دنیای شرق در آفریقا و در خود آمریکای لاتین بیان تازه به جنگن خودشونو پاره بکنن بیان و تلاش بکنن بیان در این جوامع غربی خودشونو تعریف کنن وقتی که سیل گسترده ای از مهاجر سرازیر کانادا آمریکا اروپا میشه چیکار میکنن میگن حالا باید فیلتر بزنیم فیلتر بزنیم علک بکنیم چجوری شما میخوایید تلا پیدا کنی توی آلاسکا این تمام خاک رو ور میده اینا علک میکنن. تمام سنگریزه های علکی میفته و تلا میمونه روی اون علک مهاجران رو وقتی این سیل عظیم درخواست پناهجو میان علک میکنن و تلاش میکنن کسانی که جوانتر هستن کاریتر هستن و غیره رو مثلا جذب جوامع غربی کنن تا به امروز اینا اینجوری تونستن رو خودشون وایسن با استعمار فکری و که نتیجه این استعمار فکری استخراج پناهجو براشون بوده استخراج نیروی انسانی بوده این واقعیته گفتم یه فیلمی رو جدیدن دیدم یه فیلم خیلی جالبی بود حتما برید نگاه کنید البته برای بچه ها ساخته شده سه جواد هاشمی درست کرده هنرپیشه اولش هم یوسف تیموریه ولی یه دفعه نترسید برید ببینید جو کارگردان رو گفتم هنرپیشه اول گفتم یه دفعه دیدم شاید ترسیدید برای بچه ها درست شده به نام شهر گربه ها و خیلی به نظر من واقعیت مهاجرت رو اونجا نشون میده به هر حال با این بحث و سیستم مهاجرت و این استعمار فکری و استخراج نیروی انسانی از قبال این استعمار فکری که از طریق بازو و صنعت رسانهی به دست آوردن تا به امروز تونستن سر پا باشن ولی از الان به بعد بازی ها اینجوری نیست بعد از داستان کرونا دنیا هوشیار شده دنیا تو گوشی خورده جنگ اوکراین و روسیه این قضیه رو تشدید کرده و بیپروایی ایران و خواستگاه ایران بر و تشنگی ایران برای رسیدن به امپراتوری خودش و سرکشی ایران در برابر این نظم مافیای پسا جنگ جهانی دوم که به عنوان نظم جهانی ازش ما یاد میکنیم مسائل داره عوض میکنه و آمریکا داره تو تنگنا قرار میگیره آمریکا حتی دیگه برخلاف دکترین مونرو دیگه توانایی نداره آمریکای لاتینم بخواد زیر نظر داشته باشه آمریکای لاتین هم براش شده تمام انقلاب های چپ داره در آمریکای لاتین رخ میده اینا به منزله ای نیست که چپ داره در دنیا پیروز میشه نه اینا به منزله اینه که جهان تک قطبی آمریکایی امپریالیسمش داره به پایان نزدیک میشه و ما داریم با یک دنیای چند قطبی که با سرکرد یکی از این قطبا با سرکردگی ایران هست مواجه میشیم اینا واقعیت میدانیه و این نویسنده جمهوریت ترکیه روزنامه جمهوریت ترکیه به این مسائل رسیده اونایی که به این مسائل نرسیدن عقده کینه از نظام دیگه پای وجودشون رو گرفته و اینها ببخشید این کسانی که مخالفت هم میکنن با این های ما ایراد نداره انقدر خدا شما رو زده که شما زندگی های شخصیتون رو نمیتونید مدیریت کنید چه برسه که بخوای خودتون رو در قواره هایی بخواید تعریف کنید که در مورد نظرات ما که پشتش کلی مطالعه است بخواید به قد علم کنید و اصلا ابراز وجود کنید کمدیه و چون کمدی هستید ارزش بیشتر پرداختن ندارید عاشقتونم همتون رو به اهورامزدا ایران میسپرم بدرود